سلام دوستان، با یه درس دیگه از دروس قواعد زبان آلمانی در خدمتون هستم. امروز هم قراره با یه ضمیر اشاره بسیار بسیار مهم آشنا بشیم. Der selbe، یعنی همان، همان شخص، همان کس، همان فرد. اگر اسم ما وسیله باشه، همان چیز. خب اگر اسم مذکر باشه، Der selbe. اگر مؤنث باشه، Die selbe. اگر خونسا باشه، das selbe. به این مثال دقت کنید. Der selbe Mann، همان مرد. دارم اشاره میکنم، تأکید میکنم، خود همان مرد. Der selbe Mann، همان آقا. Die selbe Frau، همان خانم. Das selbe Kind، همان کودک. اگر اسم ما جمع باشه، اندونگ ان میگیره. دیزلبن لویته. خب در قالب جمله ببینیم چجوری میشه. با مثال های خیلی آسون شروع میکنیم. Das ist der selbe Mann، این همون مرد است، خود خودشه. Das ist die selbe Frau، این همون خانم است. Das ist das selbe Kind، این همون بچه است. Das sind dieselben Leute، اینا همون مردم هستن. دوستان چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که وقتی که ما از این ضمیر اشاره استفاده میکنیم، حتما قبلش یه توضیحی بوده یا ممکنه بعدش یه توضیحی باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم این همون مرد است یا همون وسیله است، خب یه توضیحی نیازه. مثلا ممکنه برگردی بگی خب کدوم مرده؟ خب که چی؟ جریان چیه؟ درسته؟ معمولاً اینجوریه که بعد از این جمله موصولی میاد برای توضیح بیشتر، relative ذاتس میاد. دقت کنید. Das ist der selbe Mann den ich gestern gesehen habe. این همان مردی است که من دیروز او را دیدم. چی شد؟ یه توضیح اضافه شد با استفاده از جمله موصولی، relative ذاتس. فکر کنم توی درس، اگه اشتباه نکنم، توی درس 50 با جملات موصولی آشنا شدیم. و یه چیز جالب بهتون بگم، ما میتونیم از همون آرتیکل ها هم اینجا استفاده بکنیم. میتونم بگم Das ist der Mann den ich gestern gesehen habe. Das ist der Mann den ich gestern gesehen habe. ولی از لحاظ معنا فرق میکنه. معناش میشه این مردی است که من دیروز او را دیدم. اما وقتی میگم der selbe Mann، یعنی همان مردی که او را دیدم، همان مرد. دارم اشاره میکنم، ضمیر اشاره است، دارم تاکید میکنم. بریم سراغ فمینین. Das ist dieselbe Frau die ich kennengelernt habe، این همان خانمی است که من با او آشنا شدم. اینجا هم میتونم از همون آرتیکل ها استفاده بکنم. میتونم بگم Das ist die Frau die ich kennengelernt habe. میتونیم بگیم Das ist dasselbe Kind das ich liebe. این همان کودکی است که من دوستش دارم. اینجا هم میتونیم از همون آرتیکل استفاده کنیم. Das ist das Kind das ich liebe. بریم سراغ جمع. Das sind dieselben Leute die mir geholfen haben. اینها همون مردمی هستند که به من کمک کردند. میتونیم از آرتیکل استفاده کنیم. Das sind die Leute die mir geholfen haben. دوستان این موضوع آرتیکل ها همیشه هم کاربردی نیست، ولی توی این جملات میشه استفاده بکنیم. خب الان موضوعی که میخوام بهتون بگم اینه که یه جدول داره، مثل بقیه ضمایر اشاره جدول خاص خودش رو داره، دکلیناسیون داره، صرف میشه. این جدول رو هم اگر امتحان دارید خب بهتره که حفظ بکنید، اما اگر دروس قبل رو دیدید، ضمایر اشاره صرف اونها رو بلدید، فکر نمی کنم جدول سختی باشه. و اما سوالی که مطمئنم مطرح میشه اینه، آیا ما میتونیم
جدا بکنیم، جدا بنویسیم. مثلا بگیم دیه زلبه، دی زلبه، دست زلبه. شدنیه؟ راستش شدنی نیست، درستش همینه و همینجوری که هست با هم باید نوشته بشه و اینجوری که هست حفظ بکنید. حالا شاید یکی دو تا مورد استثنایی هم باشه، نمیخوام وارد اون موارد استثنایی بشم چون که گرامر تو خالیه و به دردمون نمیخوره. خب بریم سراغ مثال ها. براتون مثال آماده کردم. Das kann nicht derselbe Mann sein. این نمیتونه همون مرد باشه. این نمیتونه همون آقا باشه. یعنی شک دارم. یعنی خودش نیست. فکر نمی کنم خودشه. Das ist dieselbe Stadt. این der ich wohne. این همون شهریه که من در آن زندگی می کنم. Meine Oma erzählt immer dieselbe Geschichte. مادر بزرگ من همیشه همون داستانو برامون، همون قصه رو میخونه، همون قصه رو میگه. یعنی داستانی که میگه، قصه ای که برامون میگه تکراریه. hat dasselbe Haus gekauft, in dem früher mit seiner Familie gewohnt hat. او همان خانه ای را خرید که قبلاً با خانواده‌اش اونجا زندگی میکرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا خونه ای که حالا توی دوران بچگی در اون زندگی میکرد الان رفته اون خونه رو خریده. مثلا Am Abend ist immer derselbe Film. یعنی شب مثل همیشه هر شب همون فیلمه. یعنی فیلم تکراریه. trägt denselben Hut wie gestern. wohnt in derselben Stadt. او در همان شهر زندگی میکنه. میتونیم اینجوری بگیم. wohnt in derselben Stadt wie ich. او در همان شهر زندگی میکنه که من آنجا زندگی میکنم. Die beiden Filme haben dieselbe Schauspielerin. یعنی دوتا فیلم همون بازیگر رو داره. یعنی این بازیگر توی این دوتا فیلم نقش داره. Sie ist immer noch dieselbe wie damals. او هنوز مثل گذشته است. یعنی او هنوز همون آدم قدیمیه، همون آدم قبلیه، تغییری نکرده. مثلا خیلی خوشگل بوده، هنوزم خوشگله. یا خیلی آدم بدی بوده، هنوز هم خود همون آدم بد است، عوض نشده. Ich komme aus demselben Land. من از همون کشور میام. مثلا داریم راجع به یک کشوری صحبت میکنیم، راجع به یه چیزی داریم صحبت میکنیم، میخوام بگم که آره منم از همون کشور میام. Ich komme aus derselben Stadt. من از همون شهر میام. مثلا داریم راجع به یه شهری صحبت میکنیم، منم میخوام بگم منم اهل آنجا هستم، اهل همون شهر. گلش به معنای مساوی، برابر، یکسان، یک جور، شبیه، به این معناست. حالا به این دوتا مثال دقت کنید. Ich habe dasselbe Auto gekauft. Ich habe das gleiche Auto gekauft. اینا با هم چه فرقی میکنن؟ الان بهتون میگم. چرا اینو میخوام بهتون بگم؟ چون خیلی از زبان آموزا حتی تو سطح C1 این اشتباه رو میکنن و نمیتونن از این صفت به درستی استفاده بکنن. این یک صفته. gleich یک صفته. اما derselbe oder dasselbe این ضمیر اشاره است. الان بهتون میگم فرقشو. وقتی که میگیم ich habe dasselbe Auto gekauft، یعنی این که من همان ماشین، خود همان ماشین رو خریدم. دارم اشاره میکنم، دارم تأکید میکنم و من همان ماشین رو خریدم، ماشین دیگه ای نخریدم. اما وقتی که میگم ich habe das gleiche Auto gekauft، یعنی این که من شبیه اون ماشین رو خریدم،
خود اون ماشین رو نخریدم ولی یکی شبیه همان ماشین رو خریدم. هم رنگش، مارکش یکیه. مهم اینه که خود اون ماشین رو من نخریدم، یه چیزی شبیه اونه. متوجهید؟ فرقشون اینه. اینم بهتون بگم، اسم میتونه مذکر باشه، میتونه مؤنث باشه یا خونسا. دیگلایشه، دیگلایشه، اودا دستگلایشه، بستگی داره که اسم ما چیه. و از همه مهمتر، ما باید با صرف صفت ها آشنا باشیم که بتونیم اینو، این صفت رو صرفش بکنیم. نمیخوام اینجا دوباره صرف صفت ها رو تکرار بکنم. از درس 53 تا درس 57 صرف صفت ها رو یاد گرفتیم. خب بریم سراغ یک ضمیر اشاره دیگه. دی یعنی که به معنای آن شخصی که یا آن کسی که، اگر وسیله باشه آن چیزی که، اگر مذکر باشه دی یعنی که، مؤنث دی یعنی که، و خونسا دست یعنی که اینم در واقع جدول خاص خودش رو داره، دکلیناسیون خاص خودش رو داره. میتونید این جدول رو داشته باشید اما مهم نیست. با این ضمیر اشاره هم یکی دو تا مثال براتون میارم و درس رو تموم میکنیم. این ضمیر اشاره هم معمولاً بعدش جمله موصولی میاد. دیگه دست گتن هات زولزیش میلدن. اون کسی که این کاری کرده بیاد خودش رو معرفی کنه. یعنی هر کی این کاری کرده بیاد خودش بگه. دیگن دی ایغت سایت و گویدن اغایشن نیشت فیل ایم لیبن. اون کسانی که وقت خودشون رو تلف میکنن توی زندگیشون به جایی نمیرسن. فکر میکنم کافیه. این بود درس امروز. تا بعد، خدا نگهدار.